سلام، با برنامه در یک نگاه در خدمتتون هستیم. نگاهی دوباره به بعضی از مهمترین خبرهای هفته گذشته در ایران و جهان به روایت تصویر. هفته گذشته روز جمعه 29 آذر ماه و همزمان با چهارمین سالگرد درگذشت آیت الله حسین علی منتظری، مرجع تقلید منتقد حکومت ایران، وبسایت رجا نیوز که از سایت های نزدیک به گروه های اصولگرا است، برگه بازجویی یکی از نزدیکان آیت الله منتظری را منتشر کرد. این برگه به ادعای رجا نیوز دست نوشته سید مهدی هاشمیه که 27 سال پیش اعدام شد، اما قبل از اعدام اعتراف کرد که مشکل آیت الله منتظری بزرگ نشان دادن ضعف ها و کمبود های کشور و ارائه تحلیل های افراطی بوده. سید مهدی هاشمی برادر داماد آیت الله منتظری بود که سال 1365 چندین ماه توسط وزارت اطلاعات بازجویی و بعد هم اعدام شد. ادعای انتشار برگه های بازجویی سید مهدی هاشمی بعد از نزدیک به 3 دهه از اعدام او موضوع گزارشی که با هم می‌بینیم. وبسایت رجا نیوز، ارگان هواداران مصباح یزدی، روحانی تندروی مخالف اصلاحات، امروز برای نخستین بار سندی را منتشر کرد که به گفته این وبسایت برگه بازجویی یکی از نزدیکان مرحوم آیت الله منتظری در 27 سال پیش است. اینکه این برگه بازجویی در صورت صحت محتوایش چگونه به دست هواداران مصباح افتاده، پرسشی است که باید دستگاه‌های رسمی اطلاعاتی و قضایی با آن پاسخ دهند. اما به ادعای رجا نیوز، این برگه را سید مهدی هاشمی قبل از اعدام پر کرده. روحانی و فعال سیاسی دهه‌های 50 و 60 شمسی که برادرش داماد و رئیس دفتر آیت الله منتظری بود و خود از چهره‌های مورد اعتماد آیت الله، اما ناظران میگویند اتهامات او بهانه‌ای بود تا پروژه حذف آیت الله منتظری از قدرت آغاز شود. مرجع تقلیدی که نقض حقوق بشر را تحمل نمی‌کرد و در این را تا مخالفت با آیت الله خمینی نیز پیش رفت و پس از او نیز 5 سال حصر خانگی را تحمل کرد. ماجرای سید مهدی هاشمی که از نزدیکان آیت الله منتظری بود و برادر داماد ایشون هم بود، پرونده او و اتهاماتش، تاریخ این اتهامات، دست کم تاریخ مهمترین اتهاماتی که برای ایشون مطرح شد توی دادگاه برمیگرده به قبل از پیروزی انقلاب 57. برخی از اونها رو هم البته نسبتش میدن به بعد از انقلاب. از جمله اون اتهامات میگفتن که ایشون متهم به قتل کسی است در اصفهان. بنده الان در جایگاه داوری درستی اون اتهامات یا نادرستیش نیستم. نکته‌ای که میخوام بگم این هست که در طول سالهای بعد از انقلاب هیچ وقت این اتهامات پیگیری نشد. نه تنها نشد، مهدی هاشمی به درجات مهمی در سپاه پاسداران رسید و در سپاه نفوذ بسیار مهمی داشت. در سال 65، از 64 به بعد، دقیقاً از زمانی که قدرت آیت الله منتظری رو به افزایش پیدا میکنه و همزمان او آدمی است که در مقابل نقض حقوق بشر در ایران کوتاه نمیاد و حتی نمایندگان خودش رو به زندان ها میفرسته، کسانی در رأس جمهوری اسلامی احساس نگرانی میکنند از افزایش قدرت ایشون و حتی بعد که مسئله قائم مقامی رهبری ایشون رو تصور میکنند، میگن ایشون الان که هنوز به رهبری نرسیده این گونه هست، بعد از رهبری چه خواهد شد. این است که تصمیم حذف ایشون میگیرن. بهترین راه ورود به حذف آیت الله منتظری، یکی از بهترین راه ها دست کم این بود که پرونده برادر داماد ایشون که از نزدیکان ایشون بود رو فعال بکنن و اون پرونده رو مطرح کردن. برگه های بازجویی که قبلا بخش هایی ازش منتشر شده بود و امروز وبسایت نزدیک به آقای مصباح ادعا میکنه که برای نخستین بار تمام این متن و برگه رو
و تصویر رو داره منتشر میکنه، در واقع از موارد مبهم پرونده محاکمه آقای سید مهدی هاشمی، زیرا این بحث به طور جدی مطرحه که او تحت شکنجه ازش اعتراف گرفته شده. اگر اون زمان کسانی این رو باور نمی‌کردند که این بازجویی ها مثلا زیر شکنجه نوشته شده، حالا بعد از گذشت 3 دهه، نزدیک 27 سال پس از اعدام سید مهدی هاشمی، اونقدر تکرار شده موارد شکنجه و اعتراف های نمایشی و دادگاه های نمایشی که حالا امروز از قضا دیگه همه به سادگی باور میکنند. بنا به محتویات برگه بازجویی منتشر شده، سید مهدی هاشمی قطع ارتباط آیت الله منتظری با نظام را نتیجه و دستاورد بزرگ نشان دادن ضعف ها و کمبودهای کشور و ارائه تحلیل های افراطی و القاعات حساب نشده می دانست. اما به باور نزدیکان آیت الله منتظری، این مرجع تقلید منتقد از ضعف های انتقاد می کرد که آنها را هرگز کوچک نمی دانست. مسئله دقیقا همینه که اون چه که برخی از مسئولان نظام مسائل کوچکی میدونستند که آیت الله منتظری اونها رو بزرگ نمایی میکنه، از نظر آیت الله منتظری اصلا مسائل کوچکی نبود. همین تفکر در اون زمان هم وجود داشت و به آیت الله منتظری میگفتن خیلی خب، حالا یه عده‌ام در زندان ها اعدام شدن، یه عده‌ام بدون محاکمه اعدام شدن، یه عده‌ام وکیل نداشتن، بسیار خوب، اینا چیزای مهمی نیست. مسئله مهم اینه که کسی به نظام اعتراض نکنه، حرمت نظام حفظ بشه، حرمت آیت الله خمینی حفظ بشه. بله، اینها اساسا آیت الله منتظری به این دیدگاه معتقد نبود، معتقد بود که باید به خداوند در روز قیامت و به وجدان اخلاقی خودش و به مردم پاسخگو باشه. به همین خاطر اتفاقا کوچکترین نقض حقوق بشر در هر جا از نظر آیت الله منتظری بزرگترین اتفاق بود و حفظ نظام اصلا وسیله‌ای بود از نظر ایشون برای رسیدن به حقوق بشر و حفظ حقوق بشر. ایشون برعکس میگفت اون چه که مسئولان نظام میگفتن. مسئولان نظام حقوق بشر رو فدای حفظ نظام میکردن و اصل نظام رو از اوجب واجبات میدونستن، ولی آیت الله منتظری حق الناس رو از اوجب واجبات میدونست و حفظ نظام رو تنها وسیله‌ای برای رسیدن به این هدف، که اگر این هدف رو محقق نمیکرد اصلا ارزشی نداشت. حالا اگرچه رجانیوز به یاد برگه بازجویی کسی افتاده که نزدیک به 3 دهه پیش اعدام شد، اما تلاش مخالفان اصلاح و تغییر در کشور برای حد که حرمت مرجع تقلید منتقد هرگز نتیجه نداد و تشییع میلیونی پیکر او نشان داد که در حذف او از رهبری سیاسی کشور اگرچه کامروا شدند، اما او به رهبری معنوی و ماندگار در جامعه ایران تبدیل شده است. خیلی ها معتقدن که روزنامه نگاری شغل دشواریه، شغلی که وقتی به کشورهای در حال توسعه استبداد زده و درگیر جنگ میرسه دشوارتر هم میشه. هفته گذشته گزارشگران بدون مرز در گزارشی با بررسی وضعیت آزادی رسانه ها در سال 2013 میلادی باز هم تصویری تلخ از وضعیت روزنامه نگاران ارائه کرد. تصویری که هرچند شاید نسبت به سال قبل کمی بهتر به نظر برسه، اما همین سازمان تأکید میکنه که این به معنی بهبود وضعیت آزادی رسانه ها در سال جاری نیست. این سازمان نوشته که امسال 71 روزنامه نگار در حین انجام وظیفه جان خودشون رو از دست دادن، آماری که نسبت به سال قبل کاهشی 20% رو نشون میده. سازمان گزارشگران بدون مرز از سوریه، هند، فیلیپین، سومالی و پاکستان به عنوان 5 کشور مرگبار برای روزنامه نگارا و از چین، اریتره، ترکیه، ایران و سوریه به عنوان 5 زندان بزرگ روزنامه نگاران در سال 2013 میلادی نام میبره. جزئیات بیشتر این گزارش از همکارم محمد حسینی. بودنشان نوید از آگاهی و اطلاع رسانی می دهد. بارها و بارها جانشان را به خطر انداختند تا آرمانهای انسانی و رسالت کاریشان را به بهترین شکل انجام دهند.
در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان که به دموکراسی پایدار دست یافتند، روزنامه نگاران و خبرنگاران یکی از مهمترین عناصر این مسیر بودند. سازمان گزارشگران بدون مرز در سنتی هر ساله آماری از آزادی رسانه ها در جهان و همچنین آماری از کشته ها، روبوده شدگان و ترک وطن کرده های این قشر گزارشی منتشر کرده است. این سازمان که سازمانی غیر انتفاعی و بین المللی در دفاع از آزادی مطبوعات و حمایت از خبرنگاران است، در گزارش سال 2013 خود آورده بیشترین کشته شدگان به ترتیب در آسیا 24 تن و در خاورمیانه و آفریقای شمالی 23 تن می باشد. طبق این آمار 71 روزنامه‌نگار در سال 2013 کشته شدند و بیش از 826 نفر بازداشت یا زندانی شدند. همچنین بالغ بر 87 نفر نیز ربوده شدند و در این حال بیش از 2160 نفر نیز مورد تعرض و تهدید قرار گرفتند. در این حال 77 خبرنگار نیز مجبور به ترک کشورهایشان شدند. بر اساس این آمار مطبوعات جهان بیشترین هزینه را برای آزادی بیان پرداخته است. این گزارش تأکید دارد که کمتر از یک سوم از کشته شدگان در مناطق جنگی جان باختند، که از جمله میتوان به روزنامه نگاران سوری و داغستانی اشاره کرد. شاید در نگاه اول به این گزارش شاهد کاهش نسبی آمار تعداد روزنامه نگاران کشته شده به هنگام انجام وظیفه اطلاع رسانی نسبت به سال گذشته میلادی باشیم، اما به گفته دبیر اول سازمان گزارشگران بدون مرز، کاهش نسبی تعداد روزنامه نگاران کشته شده در سال 2013 متاسفانه نشانگر بهبود آزادی اطلاع رسانی نیست. این کاهش با صعود نجومی تعداد روزنامه نگاران ربوده شده و افزایش تهدید و تعرض به روزنامه نگاران جایگزین شده است. در این آمار همچون سالهای گذشته نام ایران بسیار دیده می شود. این آمار از 20 روزنامه نگار و 51 وبنگار زندانی ایرانی خبر می دهد و این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهور فعلی ایران با روی کار آمدنش نوید از باز شدن فضای مطبوعاتی و آزادی زندانیان داده بود. برای دولت لذت بخشه که محبت و صفا و صمیمیت و برادری در کشور ما جایگزین اختلافات و شکاف‌ها بشه در چارچوب مقررات قانونی که در این کشور وجود داره. انشاءالله. از اینکه یه بار دیگه هم با این برنامه همراه شدین سپاسگزاریم. تا هفته بعد، بدرود.